برای بررسی روزنامه‌های امروز. همکارم محمد رهبر در استودیو با ما همراه شدن. محمد، خب داشتیم در رابطه با این صحبت می‌کردیم که با وجود این شرایط بحرانی و فاجعه بار کرونا در ایران، شب گذشته دیدیم که هیئت‌های عزاداری همچنان برپا شدن و اون هم بدون رعایت هیچ گونه پروتکل بهداشتی. چرا با توجه به این آمار بالای مرگ و میر خود مردم حداقل به فکر خودشون نیستن و آیا روزنامه ها هم به این موضوع پرداخته بودن؟ خب اجازه بدید من امروز یکم در مورد مدیریت هیئتی صحبت بکنم و اینکه چرا اینقدر این هیئت در جمهوری اسلامی مهمه. دلیلش این هستش که این حکومت با یک انقلاب هیئتی بر سر کار اومد و دیگر اینکه کابینه، دولت، رهبری، تمام اینها رو مجموع بکنید، مدیریت هیئتی. مدیریت هیئتی چند خصوصیت داره. اول اینکه تخصص نمیخواد. دیگر اینکه یک هفته قبلش جمع میشن، یه خیمه ای میزنند و هیچ گونه مقدمه ای هم نمیخواد. انضباطی هم نداره. دست آخر هم دستاوردش خرافاتی است و یک دیگه قیمه. برای سال بعد هم کسی نمیاد ارزیابی بکنه که ما چه اشتباهاتی در سال قبل انجام دادیم، این بار این کار انجام ندیم. نه، آش همون آش و کاسه همون. همین اتفاق در حکومت هم افتاده، در دولت و کابینه هم افتاده. حالا این بهش اضافه بکنید که وقتی این هیئت ایدئولوژیک میشه، وقتی مشتی مداح یک امپراتوری درست میکنن و این مداحان کسانی هستن که در حکومت نفوذ دارن، رانت دارن، بهره میبرند، ما با یک وضعیت مواجه میشیم که این بساطی که راه انداختن میشه مبلغان حکومت از اون استفاده میکنن برای اینکه بگن که خب اینایی که میبینید دارن برای امام حسین بر سر و سینه میزنن، اینها کسایی هستن که آقای خامنه‌ای رو قبول دارن، حکومت رو قبول دارن، مراجع قم رو قبول دارن و این گونه میشه. هرچند قیام امام حسین ضد ظلم بود، ولی این ترویج ستم هست و پیوندی با خرافات داره. روزنامه اعتماد رو نگاه بکنیم. روزنامه اعتماد امروز خب عکسی از همون ماجرایی رو زده که در مشهد بوده و هیئت علمدار اونجا چنین کاری رو انجام داده و حسابی کرونا رو ترویج کرده. مشهدی که 70% هتلاش همین الان پره، مشهدی که رقم کشته‌هاش سرقمی داره میشه، اصلا بیمارستانی دیگه نیستش که کرونایی در اون نباشه و پر نشده باشه. در چنین وضعیتی از کشته شده ها در بیمارستان ها واقعا فاجعه بار بود، واقعا تاثیرگذار بود، یعنی متعجبم. بله، باید تسلیت گفت. واقعا آقای عباس عبدی هم یک یادداشت امروز نوشته، یادداشت جالبیه، گفته آقا دست بشورید از این حکومت و این دولت برای اینکه بتواند از کرونا جلوگیری بکنه. اونا دنبال غنیمت های خودشون هم دارن کابینه رو تقسیم میکنن. باید چشم امیدمون به صلیب سرخی، به کسی خیری جایی باشه که به ما کمک بکنه. و این یادداشت مهمی بود. روزنامه بعدی رو ببینیم، روزنامه جوان، که امروز خیلی عجیب بود که از اون مراسم یک جورهای انتقاد کرده و گفته که اولین انتقادشون که اینا چرا لختن و مکروه هست و این حرفا، و بعد گفته که آقا این کارایی که میکنید سه هفته بعد کرونا میگیرید، بعد همه ماجرا رو میندازن گردن ما هیئتی ها، میگن که شما بودین که این کرونا رو به موج ششم اینها رسوندین. خب واقعیت همینه، اصلا این دیسکوی اسلامی رو شما را انداختین، شما بودین که مردم رو تهیج میکنید، سوبسید میدید که این کار رو انجام بدن، بعد یه پرس غذا میدید و خیلی هم مستضعفانی که خیلی مدتی گوش نخوردن بعد بلندشن بیان در هیئت‌های شما پذیرایی بشن و اونجا هستش که میتونن یه وعده غذا بخورن. شمایی که چنین کاری رو انجام دادین و گناهش هم به گردن همین روزنامه جوان و سپاه و دیگران است. به روزنامه بعدی برسیم، روزنامه جمهوری اسلامی، که از یک خیانت بزرگ هم این وسط خبر داده. گفته که ما یه فاجعه ملی رو داریم میگذرونیم از سر، ماجرای کرونا و کشته هایی که 1500 تا ستوان عباس عبدی گفته بود که بیشتر از 500 تا این حرف هاست، 1500 حد اقلشه. حالا اومده و صحبت کرده که تو این وضعیت یه سری دارن رمز ارز و دنبال این چیزها هستن، دارن استخراج رمز ارز میکنن، اون موقع برق کم میاد، تولید اکسیژن پایین میاد و ما کلی کشته هامون به خاطر منافع آقایون هستش که حالا اومد یک سپری هم دارن و کسی نمیتونه با اونها مقابله بکنه. گفته تمام بالا و پایین مملکت در این وضعیت مسئول هستن و البته وقتی میگن همه، منظورشون یک نفر هست و شخص آقای خامنه ای که بیشتری مسئولیت رو در این کشتار مردم ایران داره. و من بعضی موقعا فکر میکنم که
به عمد این کار رو دارن انجام میدن به خاطر اینکه میگن که این ملت که ما رو قبول ندارن، پس بذار بمیرن. روزنامه بعدی رو نگاهی بکنیم، روزنامه آرمان ملی که مصاحبه کرده با شهبانو امانی و در مورد این همین آقای زاکانی و این وضعیت گفته اینا اصلا تشنگان قدرتن. آقای زاکانی اینا یه پا تو مجلس دارن، یه نگاه به رئیس جمهوری دارن، یه میخوان برن به شهرداری تهران، همه قدرت ها رو میخوان. و خود آقای زاکانی هم امروز ما یه چیز داشت دیدیم که فوق العاده بود، گفته که ما یه سری طرح داریم چطوری یه محلاتی رو کلا افرادش رو میبریم کوچ میدیم یه جای دیگه، اون محله رو میسازیم بعد دوباره میگیم برگردن. این فکر کرده مثلا رنگ کردن ساختمونه، مثلا چند روزی برن خونه پدرزنشون بعد دوره برگردن سر خونه زندگی، اینطوری نگاه میکنه. و این همون مدیریت هیئتیه، این همون مدیریت هیئتیه. و من رو یاد اون شعر ملک و شعرای بهار میندازه که 100 سال پیش تقریبا گفتش کار ایران با خداست.